کسی نمیذارم بکشن اینجا. همون هست که کشتن به تو دیوار. با سلام و درود به شما بینندگان عزیز برنامه نه به اعدام، من نسرین نامدارپور به همراه همکارم جمیل فرزان این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. هفته گذشته شاهد شکلگیری و گسترش کارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران بودیم. کارزاری که در 15 کشور و 41 شهر در دنیا با حضور و تجمع مردم و فعالین علیه اعدام طی یک هفته تنین صدای بلند و رسای نه به اعدام شد. در این برنامه در نظر داریم متنی از حسن صالحی سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام رو برای شما بخونیم. سپس گفتگویی در ارتباط با این کارزار با ایشان خواهیم داشت. با ما همراه باشید. پانزده کشور و 41 شهر علیه اعدام ها در ایران. متنی از حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام. روز 20 ژانویه 2024 اول بهمن 1402 آخرین روز و در واقع نقطه اوج کارزاری بود که به مدت یک هفته از سوی 100 نهاد، ارگان و حزب سیاسی و حدود 750 فعال سیاسی فراخوان داده شده بود. در 15 کشور دنیا و 41 شهر مخالفین جمهوری اسلامی با اجرای برنامه‌های متفاوت و همچنین برگزاری میتینگ‌های خیابانی صدای اعتراض خود را علیه رژیم اعدام اسلامی و اعدام‌های فزاینده در ایران بلند کردند. این کارزار گوشه‌ای از قدرت و اتحاد جمعی ما را به نمایش گذاشت که با اتکا با آن میتوان ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی را به توقف کشاند. اعدام های جنایتکارانه خشم همه را برانگیخته است و این کارزار امکانی را فراهم آورد که مردم این خشم و اعتراض را در ده ها شهر به نمایش بگذارند. جمهوری اسلامی اتکایش به اعدام و زندان است و مبارزه علیه اعدام یکی از مهمترین عرصه های مبارزه اجتماعی در ایران است. بیدلیل نیست که فعالین سیاسی با عقاید و باورهای سیاسی مختلف با انگشت گذاشتن روی موضوعی که درد همه ماست موفق شدند که به یک حرکت بزرگ در خارج کشور دست بزنند. فعالین این کارزار اعلام کردند که به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد و اتحاد و دستاوردهای به دست آمده در این کارزار را به دستمایه‌ای برای انجام کارهای بزرگتر و اتحادی وسیع‌تر علیه اعدام‌ها در ایران تبدیل می‌کنند. این کارزار پس از فروکش نسبی اعتراضات خیابانی، انرژی تازه‌ای به جنبش انقلاب زن زندگی آزادی بخشید. در خارج کشور در مدت کوتاهی همه دست به کار شدند و اتحاد کم نظیری را نشان دادند، به طوری که همه بر تداوم این فعالیت متحدانه تاکید دارند. از سوی دیگر تحت تاثیر همین کارزار تحرک جدیدی در اعتراض به اعدام‌ها در ایران شکل گرفت که صدور بیانیه‌هایی از سوی تشکل‌های کارگری و اجتماعی، کانون نویسندگان، فعالین مدافع حقوق زن و بالا گرفتن فضای اعتراض علیه اعدام نمونه‌هایی از بروزات آن است. جویبارهای متعدد فعالیت می توانند به هم بپیوندند و به رودخانه خروشان علیه جمهوری اسلامی مبدل شوند. کارزار یک هفته اعتراض جهانی علیه اعدام ها در ایران این امید و آرزو را تقویت کرد و چشمانداز نوید بخشی در مقابل چشمان همه ما گشوده است. قدم بعدی می تواند این باشد که با تمرکز بر عاجل‌ترین پرونده های محکومین به اعدام در شهرهای بیشتری اعتراض برپا داریم و جان آنها را نجات دهیم. هنوز جای بسیاری از احزاب و آزادی خواهان و نهادهای انسان دوست در این کارزار خالی است. همه را به پیوستن به این کارزار دعوت می کنیم.
حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام رو داریم در اینجا همراه با ما هستند. با سلام به شما حسن صالحی، به برنامه ما خوش آمدید. درود بر شما، خیلی هم ممنون و متشکرم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم. حسن صالحی، شما از کسانی هستید که در کارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران خیلی کارهای زیادی کردید، عضو گروه هماهنگی بودید در این کارزار و خب من خودم شاهد این بودم که خب واقعا شبانه روز کار میکردید شما و هرمز رقا مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام. خب خواستم یک سوالاتی رو از شما بپرسم چون مسلما شما اطلاعات جامعی دارید در این مورد، لطفا برای ما و بینندگانمون توضیح بدید، یک توضیح جامعی راجع به کارزار یه هفته‌ای علیه اعدام ها که از 13 تا 20 ژانویه کلید خورد و نحوه شکلگیری این کارزار چگونه بود و دستاورداش چطور بود؟ خب اولا قبل از هر چیز من اشاره بکنم این کارزار کار جمعی متکی بر خرد جمعی و فعالیت جمعی از افراد بسیار زیادی درگیر این کارزار هستند که ما هم هستیم طبعا، ولی همه واقعا تلاش کلی و شبان روزی انجام دادن که این کارزار بتونه آدم های بیشتری دور خود جمع بکنه و در شهرهای مختلفی اکسیون برگزار کنه که در 15 کشور و 41 شهر اکسیون و فعالیت هایی و علیه اعدام انجام گرفت. خدمتتون عرض کنم این کارزار و این هفته یک هفته علیه اعدام در واقع از فعالین اجتماعی در ونکوور در کشور کانادا شروع شد. همه از این که ببینید در یک شرایطی که یک خشم عمومی البته در جامعه بود نسبت به اعدام های فزاینده تو ایران و نگرانی که نسبت به اعدام فعالین سیاسی، زندانیان سیاسی عقیدتی از اعدام اونها در میان مردم وجود داشت. خب این دوستان مبتکر این بودن که جلساتی برگزار بشه، کاری بکنیم و ما از طریق روابطی که داشتیم با این دوستان در ونکوور، دوستانی مثل آقای مصطفی صابر، دوستان دیگه، بابک یزدی در تورنتو اومدن و از ما هم خواستن که به عنوان کمیته بین‌المللی علیه اعدام مشارکت داشته باشیم در جلسه که برگزار میکنه. اولین جلسه که در زوم برگزار شد حدود 30-35 نفری ما از فعالین از کشورهای مختلف، فقط خواست کانادا نبود و از کشورهای اروپایی هم اومده بودن، همه خیلی مصمم بودن که در مقابل اعدام های جمهوری اسلامی کاری بکنن. اونجا ما بحث کردیم، پیشنهاد از جانب ما هم اومد، اساس کمیته بین المللی علیه اعدام، خود دوست ما آقای هاشم هرمز رها مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام ایده یک هفته کارزار رو از 13 تا 20 مطرح کرد که یک هفته مجموعه از کارها صورت بگیره، اعتراض، دیدار با مقامات دولتی، سیاستمداران، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های حقوق بشری، و این ایده اونجا ما رو تصویر قرار گرفت و به سرعت ما یک کانال تلگرامی درست کردیم، یک هیئت هماهنگ کننده امور درست کردیم که خب من و آقای رها هم عضو این هیئت بودیم و هستیم و به هر حال شروع به کار کردیم و دست به کار شدیم و با افراد مختلف و فعالین علیه اعدام در کشورهای مختلف تماس گرفتیم و به شدت اینه در مدت زمان کوتاهی مورد استقبال قرار گرفت و بالاخره دست به کار شدن که عزیزان در کشورها و شهرهای مختلف فعالیت‌های رو سازمان بدن و این اتفاقات افتاد و بالاخره تبدیل شد به کارزاری که بالاخره از 13 تا 20 تداوم داشت، 20 نقطه اوجش بود و موفق شدیم بعد از یک دوره فروکش نسبی اعتراضات خیابان در خارج کشور. خب بسیار مهم بود که در 41 شهر دنیا و 15 کشور ما اعتراضاتی رو سازمان دادیم، بعضیشون خیلی پر جمعیت بود، بعضیشون به صورت پیکت بود طبعا و این خودش یک دستاورد مهم بود، یعنی ما داریم به جمهوری اسلامی نیروی نشون میدیم که مخالف اعدام هاست و
من عمیقا اعتقاد دارم که یک اتحاد سراسری وسیع در مقابل اعدام ها میتونه ماشین اعدام جمهوری اسلامی رو متوقف کنه، ولی طبعا اهمیت این کارزار فقط به اعدام ها محدود نیست، بلکه یک تحرک وسیع در سطح جامعه رو موجب شد. بله، در مورد این کارزار که طی یک هفته ما اون رو شاهد بودیم در شهرهای مختلف در خارج از ایران، همون جور که گفتین، آیا در ایران هم حرکاتی انجام شد از جانب مردم یا نهادها و سازمانها در مجموع پیوستگی و همبستگی این کارزار رو در داخل ایران و خارج از ایران چگونه ارزیابی میکنید شما؟ ببینید، فضای اعتراضی علیه اعدام ها تو ایران حاد بود، ولی خب اعلام این کارزارها فضای اعتراضی علیه اعدام ها رو بالاتر برد و بیشتر تشدید کرد به یک معنا. ببینید، وقتی که ما کارزار رو اعلام کردیم، 10 نهاد اعلام موضع کردن و در مورد اعدام ها خیلی قاطعانه موضع گرفتم و اونجا همین حرفی رو که من اینجا زدم، اتحاد سراسری علیه اعدام ها رو مطرح کردن، که بعد خانواده های نهاد خانواده های دادخواه، اونها هم از شنبه تا شنبه، همون شنبه ای که ما اعلام کردیم تا 13 تا 20، اونها یک روزی رو به عنوان یکی از قربانیان اعدام شدگان به اصطلاح کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی اعلام کردن، تبلیغات در شبکه های اجتماعی داشتن و بعد همینطوری ادامه داشته باشه. مثلا سندیکای واحد واکنش نشون داد. بعد خدمتتون عرض بکنم که دانشجویان یه اطلاعی خیلی خوب دادن، محکوم کردن. رنگین کمانی ها یه اطلاعی خیلی خوب دادن، بیانیه خیلی خوب دادن، محکوم کردن. 100 تا از فمینیست ها، فعالین و مدافعین و حقوق زن خیلی قاطعانه علیه اعدام ها موضع گیری کردن و در این حال در کارزاری که ما داشتیم 36 نهاد و سازمان در خارج کشور، اونها هم یک نامه ای نوشتن به سیاست مداران در اتحادیه اروپا و اونها هم به حال همزمان شد بیانیه یا اون نامه که اینا نوشتن و واکنش نشون دادن. یعنی میخوام بگم یک فضای اعتراضی قوی به وجود اومد و الان من حتی در رابطه با اون 4 زندانی سیاسی که در کردستان محکوم به اعدام شدن، حتی کسایی که نماینده پیشین مجلس هم بودن، اونها و به همراه یه سری از فعالین دیگه، برحال اونها هم حتی واکنش نشون دادن. خواهان تجدید نظر در حکم اعدام این 4 زندانی سیاسی شدن. یعنی میخوام بگم این کاری که ما شروع کردیم، خب چون بر بستر یک خشم عمومی علیه اعدام ها بود، بالاخره خیلی شکوفا شد و همه جا پخش شد و این حالت انفجاری پیدا کرد و همه رو فرا گرفت و یک فضای اعتراضی خیلی قوی به نظر من در جامعه وجود آورد که میتونه و باید ادامه پیدا بکنه تا ما مانع اعدام ها و جلوگیری اعدام ها در ایران بشیم و جلوگیری بکنم از اعدام، به خصوص کسایی که در معرض جدی خطر اعدام قرار دارن. بله، از اونجایی که رژیم جمهوری اسلامی دوام و بهای خودش رو وابسته به این اعدام ها میبینه و در تداوم اعدام ها میتونه واقعیت همچنان به عمر خودش ادامه بده، نگرانی هایی در این مورد وجود داره که پایان این کارزار هفته‌ای و کمرنگ شدن این اعتراضات با وجود گستردگی و صدای بلندی که داشته باعث بشه که رژیم با شتاب دوباره دست به اعدام معترضین و مخالفینش و به طور کلی اعدام های بیشتر بزنه. آیا تمهیداتی برای تداوم این کارزار و ادامه این مسیر وجود داره؟ این نگرانی نباید وجود داشته باشه، چون تمام عزیزانی که در این کارزار شرکت کردن نزدیک به 100 نهاد و حزب سیاسی و ارگان سازمان خوب از این کارزار حمایت کردن. 750 نفر، نزدیک به 800 نفر از این کارزار حمایت کردن.
که البته این در نوع خودش، اینکه احزاب سیاسی هم وارد یک کارزار سیاسی بشن در نوع خودش تقریبا میتونم بگم بی‌نظیر بود، یک کارزار اینطوری و خیلی مثبت بود. احزاب، نهادهای مختلف کنار هم، فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی کنار هم قرار گرفتن و من بهتون این اطمینان خاطر رو میدم که به هر حال اینا همه مصمم هستن، این جریانات، این افراد که کاری بکنن که این تلاش های فعالیت ها علیه اعدام ادامه داشته باشه. در مورد این بیشتر توضیح خواهم داد، ولی قدر مسلم اینه که جمهوری اسلامی تا وقتی که سر کار هست به اعدام دست خواهد زد. جمهوری اسلامی اعدام یکی از وسیله هایی که اونو سر پا نگه داشته و بعد از حجاب دو رکن اساسی داره جمهوری اسلامی که حجاب بود که مردم سنگینش رو فتح کردن و لنقر زدن جمهوری اسلامی، یکی هم البته اعدام هاست و به اعتبار این اعدام ها جمهوری اسلامی سر کار و زنده است. اعدام ها نباشه، دستگیری نباشه، زندان نباشه، جمهوری اسلامی کلکش کنده شده است در طول چند روز. الان هم میدونید در ده ماه حدود 90 نفر رو اعدام کردن، یعنی به طور متوسط 3 نفر رو اینا اعدام کردن. خبر دارید که حکم اعاده دادرسی رضا رسایی رد شده در دیوان عالی، این خطر جدی هستش. فرهاد سلیمی از زندانیان عقیدتی رو الان به سلول انفرادی بردن و خطر اعدامش بسیار جدی است و خب چند وقت پیش هم در رشت و به اصطلاح در دستگرد هم تعداد رو از کیسای مربوط به مواد مخدر اعدام کردن. این رژیم داره هر روزه اعدام میکنه و ما نمیتونیم در قبال این اعدام ها سکوت بکنیم. منتها خب باید در این شبکه‌ای که ما داریم، در کارزاری که ما داریم، الان بحثای اشتیاق فراوانی هست برای تداوم این کارزارها، چون که همه میگن باید کاری کرد جلوی این ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی ما بگیریم، نذاریم عزیزانمون رو اعدام بکنن. و بعضیشون هم اعدام فقط زندان سیاسی عقیدتی نیست، اعدام هر کسی باشه، به هر جرمی که باشه، به هر دلیلی که باشه. و ما بحث اینه که اعدام یک مجازات شنیع انسانی، اصلا مجازات به یک معنا نیست، یک ابزاری که حکومت های مستبد برای کنترل شهروندان، مرعوب کردن جامعه، برای اینکه از برآمد اجتماعی اونها جلوگیری بکنن استفاده میکنن. جمهوری اسلامی رو باید خل سلاح کرد، این ابزار از دستش گرفت و در قدم اول اینه که ما جلوی اعدامون کسایی که به طور عاجل قریب الوقوع از اعدامشون بیسیم راستش. و من فکر میکنم که این وظیفه تک تک ماست. کمپین ما ادامه خواهد داشت و طبعا حالا با چه تناوبی این موضوعاتی که داریم در موردش صحبت میکنیم. بله، یک مورد دیگه هم که هستش، چه تدابیر و راهکارهایی میتونه باعث بشه مجموعه وسیعتری از اقشار مختلف جامعه ایرانی چه در داخل و چه در خارج رو با این کارزار همراه کنه و حتی چطور میتونیم سازمانهای حقوق بشری رو با این کارزار همراه و هماهنگ کنیم؟ ببینید، یک ویژگی حرکت و این کارزار این بود که از پایین شکل گرفت و خود مردم فعالینی که یک سال و نیم گذشته تو شهرهای مختلف، کشورهای مختلف دارن فعالیت میکنن و خودشون اومدن این کارزار رو به وجود آوردن، خلق کردن و حاشیه نداشت این کارزار و یک موضوعی رو ما وسط گذاشتیم که درد مشترک همه ماست و اون اعدام هاست که جامعه شهروندان رو میکشه، جمهوری اسلامی، به خاطر که حاکمیت ننگین خودش رو حفظ بکنه. و همه این درد مشترک رو احساس کرده بودن و همه معترض بودن، خشم بودن. این کارزار در واقع یک پلتفرم ظرفی در مقابل اونا گذاشت که اینا خشمشون رو بیان به نمایش بذارن. و راستش این کارزار همه خوبیش اینه که رنگین کمانیه، به این معنی که همه افراد، هر کسی که با اعدام، هر جریانی، هر حزب سیاسی، هر نهادی، هر فرد و فعال سیاسی
که با اعدام مخالفه و منزجر از این آدمکشی و حق حیات رو جز حقوق پایه انسان ها میدونه به این کارزار خوش آمده، درش به روی اون بازه و میتونن بیان شرکت داشته باشن، مشارکت داشته باشن و ما مثل کمیته یا هماهنگ کننده، هیئت هماهنگ کننده فقط نقش هماهنگ کننده این فعالیت ها رو به عهده داریم، ولی همه نقش دارن. و اینکه نفس اینکه حاشیه نداره، نقش اینکه همه با افکار و عقاید مختلف درش هستن و نقش اینکه ما میریم خودمون و تلاشمون اینه که اون بچه های اون دوستان و عزیزانی که در این عرصه فعال هم باشون تماس بگیریم، زیر این چت بیاریم که یک فعالیت متحدانه رو به پیش ببریم، خود این رمز موفقیت تا امروز ما بوده و در این حال یک شرایط و ملزومات پیشرویشو داره تأمین میکنه. اگر بخوام بیشتر بشیم، گسترده تر بشیم، وسیع تر بشیم، باز به همین ترتیب عمل بکنیم، درها باز باشه، همه بیان و نقش ایفا بکنن. خب سازمان های حقوق بشری در متن این کارزار با ما همراهی کردن در کشورهای مختلف، در شهرهای مثل کانادا، در فرض کن کبک، خب دوستان، یا مونترال با امنستی اینترنشنال فعالیت خوب و همکاری خوبی داشتن، کمک کردن حتی در تهیه ماتریالی که ما داشتیم و رسانه های فارسی زبان بازتاب دادن، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال و بی بی سی و جای دیگه بازتاب دادن. خب صدای ما باید بلندتر بشه، نیروی ما باید متحدتر بشه، ابعاد و شمولیتش باید بیشتر بشه تا ما بتونیم شهرها و کشورهای که به این کارزار جهانی علیه اعدام میپیوندن باید بیشتر بشه که ما بتونیم به هر حال با یک قیام، یک طور بگم علیه اعدام، جلوی ماشین جمهوری آدمکشی جمهوری اسلامی قد علم بکنیم و جلوی کشتار و خونریزی رو در جامعه ایران بگیریم. من چشمانداز خیلی خوب و امیدبخشی رو در مقابل این کارزار میدونم و از همه عزیزان که این برنامه رو میبینن دعوت میکنم، هر جا که هستید، در هر شهری که هستید، چه در ایران چه در خارج کشور، به این کارزار بپیوندید و معترض و علیه اعدام باشید و کاری بکنید، برنامه، اکسیونی، میتینگی، هر چیزی که به عقلتون میرسه سازمان بدید که متحدانه جلوی آدمکشی جمهوری اسلامی بیسید. بله، سپاس. و ما هم امیدوار هستیم که کارزار همچنان پیش بره، گسترده تر عمل کنه. همون جور که خود شما گفتید، چشمانداز بسیار خوبی داره، شروعی بود، نفسی داد به انقلاب زن زندگی آزادی به واسطه اون همبستگی که به چشم میخورد در بین همه مردم ایران، چه در داخل چه در خارج. با سپاس از شما که در این برنامه شرکت کردید، سوالات ما رو پاسخگو بودید و اطلاعات زیادی رو به ما دادید. ممنون. با سپاس از شما بینندگان عزیز برنامه نبه ادام و ممنون از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین. در اینجا شما رو به دیدن بخش هایی از تجمع روز 20 ژانویه 3 دی ماه در استکهلم که به مناسبت کارزار جهانی علیه اعدام برپا شد و خواندن بیانیه کارزار جهانی علیه اعدام جلب می کنم. روز و روزگارتون خوش. قطعنامه هفته کارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران. ما به نام زن، زندگی، آزادی با شما سخن میگوییم. ما به نام دفاع از زندگی و لغو مجازات اعدام در ایران با شما سخن میگوییم. ما به نام زندانیان سیاسی عادی، دو تابعیت های گروگان گرفته شده و در یک کلام به نام صدها نفری که قوه قضاییه سرتاپا فاسد جمهوری اسلامی حکم اعدام به آنها داده با شما سخن میگوییم. ما کارزاری جهانی علیه اعدام در ایران برپا کرده ایم که از ونکوور و مونترال تا استکهلم و روم و از بغداد و سلیمانیه
تا سنندج و تهران و زاهدان وسعت دارد. ما حمایت شما شهروندان جهان را از این خواسته های مردم ایران طلب می‌کنیم. یک، اعدام ها در ایران باید بلا درنگ متوقف شود. دو، همه احکام اعدام باید فورا لغو شود. سه، اعدام این قتل عمد حکومتی باید از قوانین کیفری در ایران حذف شود. چهار، زندانیان سیاسی، عقیدتی، دوتابعیتی و همه معترضین دستگیر شده فوراً آزاد گردند و از آنها رفع اتهام شود. پنج، علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و همه مقامات قضایی و امنیتی که در اعدام‌ها دست داشتند مسئول شناخته شوند، محکوم شوند و تحت تعقیب قضایی مراجع بین‌المللی قرار گیرند. از همه اتحادیه‌ها و تشکل‌های مردمی، از سازمان‌ها و نهادهای بشردوست و مترقی دنیا می‌خواهیم به هر شکل ممکن علیه اعدام‌ها در ایران اعتراض کنند و حمایت خود را از مردم ایران اعلام کنند. از دولت‌های دنیا می‌خواهیم که در قبال هر یک اعدام در ایران فوراً عکس‌العمل نشان دهند و آن را محکوم کنند. یک دیپلمات جمهوری اسلامی یا یکی از وابستگان یا مقامات رژیم را اخراج کنند. اعضای بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضاییه را در فهرست تحریم ها قرار دهند. ما به ویژه از اتحادیه اروپا میخواهیم با خواست توقف اعدام ها در ایران سفرای خود را به طور دست جمعی فرا بخوانند. از سازمان ملل میخواهیم تا برای اعزام هیئت های بازدید از زندان ها و ملاقات با خانواده های اعدامی ها و زندانیان سیاسی تلاش بیشتری به خرج دهد و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد. از مردم جهان می‌خواهیم همان رفتاری را با رژیم اسلامی ایران داشته باشند که با حکومت ضد انسانی آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه‌های پیش داشتند. بایکوت جهانی جمهوری اسلامی به دلیل جنایات هر روزه علیه مردم ایران. نه به اعدام، زنده باد زندگی، زنده باد همبستگی جهانی. نمیدارم کسی رو بکشم، نمیدارم کسی رو بکشم، من خودم